درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها، همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید. سپاس. بزرگترین دلار 100 دلاریه. 1 گرم وزنشه. 3.5 میلیارد دلار 35 تن وزنشه. طلای 18 عیار بخوای باهاش بخری 70 تن طلا میشه. حالا حساب کنیم که تو توافق قبلی اوباما 150 میلیارد دلار به ایران داد. ترامپ گفت 170 هواپیمای ترابری ارتش دلارها رو آوردن تهران. آیا شما تغییری در وضعیت معیشت مردم دیدین؟ جواب: خیر. پس الانم دلخوش نباشید. این وضعیت معیشتی مردم به خاطر کمبود پول نیست. عمدی صورت میگیره. با 150 میلیارد دلار اوباما میشد 100 تا برج خلیفه دبی ساخت یا 350 بار بین ایران و چین رو راه آهن ساخت. با 80 میلیارد دلار میشه تمام ناوهای هواپیمابر دنیا رو خرید با تجهیزاتش. با 80 میلیارد میشه فقر و بیکاری رو در ایران ریشه کن کرد. این فقر مردم ایران عمدیه. هیچ تغییری در وضعیت مردم بر اثر برجام و توافق هسته‌ای ایجاد نخواهد شد. تمام دنیا برای ایران پول بفرسته، یک ریال از اون در زندگی مردم اثر نخواهد داشت. پولی که شما دارید میدید بازار خود رو خریداری میکنید، اون پول توی بعضی از محصولات حتی نصفش به تولید کننده و کارخونه دار نمیرسه. اینو ما بهش میگیم شکاف بازار. در حال حاضر به دلیل مشکلات و معضلات سیاست گذاری حوزه خودرو، ما شاهد یک رانت و شکاف بازاری معادل 175 هزار میلیارد تومان هستیم از روزی که این قیمت گذاری دستوری در چند سال اخیر گذاشته شده تا امروز، و این رو به تزایده. الان مسئول ایرانی ها در دوره پهلوی در جهان سروری می کردن. گلوبالیست ها برای تحقیر ملت ایران با توطئه حکومت پهلوی رو سرنگون کردن و احمق‌ترین گزینه موجود یعنی خمینی رو بر سر کار آوردن. این اتفاق در آمریکا هم افتاد. گلوبال ها دیدن چقدر میهن‌پرستی در آمریکا رشد کرده و برای تحقیر مردم آمریکا چه گزینه‌ای بهتر از جو خابالو که میگه پوتین به روسیه حمله کرد. When you think about what's going on internationally, how do we get to the place where you know Putin decides he's going to just invade Russia? Nothing like this has happened since World War II. ترامپ سیاستمدار نبود، علوم سیاسی نخوانده بود، اما یک بیزینسمن قهار بود. او تجارت رو میشناخت. به واسطه همین تجارت رفتار آدم‌ها رو تحلیل می‌کرد و رفتار سازمان‌ها و مؤسسات رو می‌شناخت. با خلق و خوی چپ‌ها آشنا بود. برای همین با تصمیماتش بدنه شرق و غرب رو تکان داد و اونها رو به فکر و تکاپو انداخت تا جلوش بیستن. بیشک او هم یک ایراداتی داشت، ولی بودنش بهتر از نبودنش بود. نبود چنین شخصیت و تفکری بر ریاست جمهوری آمریکا باعث پاره شدن افسار چپ‌ها، کمونیست‌ها، آیت‌الله‌ها و رادیکال‌های مذهبی شد. سخنان گستاخانه مشاور پوتین. او میگه ایران غربگرا برای ما بسیار خطرناکتر از ایران هسته‌ایه. یک ایران هسته‌ای برای ما تهدید بسیار ضعیفیه که قابل مهار کردن و کنترله، ولی اگر دولتی غربگرا در ایران به سر کار بیاد، از همان لحظه فروپاشی روسیه با شدت آغاز خواهد شد. بنابراین نباید اجازه فرصت تمایل ایران به غرب رو بدیم به هر قیمتی که شده. ببینید، صحبت اون که ایرانی غربگرا بدتر است برای منافع روسیه از ایرانی هسته‌ای، این صحبت‌های بنده حقیر بود که از منبری خیلی بلند و بارها گفته بودم، و برای این 13 دلیل آوردم که چرا ایرانی غربگرا از ایرانی هسته‌ای برای ما
باعث نگرانی و تهدیدآمیزه. یکی از اصلا من گفتم که اگر ایران غربگرا باشه و دولتی غربگرا بیاد، از همون لحظه فروپاشی روسیه شروع میشه، اینقدر برای ما این تهدیده. اونجا گفتیم که ایران یک سپری آهنی هست که هر روز ما را داره از هزاران بلاها نجات میده. کاملا اینجوریه که ما نمیگیم که بزیان خودش علیه غرب و کشورهای دیگه درست بکنه. سیاست روسیه این است که جمهوری اسلامی ایران باید با تمام جهان ارتباط خوب و کاری و عادی داشت. نه، این درخواست را داره، آرزوی این را داره. حالا مشخص شد چرا پوتین قاسم سلیمانی رو وارد جنگ سوریه کرد. رساندن ایران به نزدیکی به مرزهای اسرائیل به چه منظور بود و از همه عجیبتر پس از این کار با چراغ سبز دادن به تل‌آویو و خاموش کردن پدافند خود، نیروهای سپاه قدس رو تبدیل به گوشت چرخ کرده در برابر بمباران و موشک‌های اسرائیل کرد. موضع سیاسی قاطع اسرائیل در برابر روسیه و از آن مهمتر تکنولوژی نظامی پیشرفته به خصوص پهباد اونها میتونست بسیاری از معادلات در نبرد اوکراین رو تغییر بده. پس پوتین جمهوری اسلامی رو به مرزهای اسرائیل رساند و سپس با قربانی کردن اونها جلوی موضع شدید اسرائیل رو گرفت. اکنون میدونیم که جمهوری اسلامی، سپاه قدس و نیروهای نیابتی اونها نه مدافع حرم که مدافع و قربانی آمال کرملین بوده و هستند. ژست بی‌طرفی بین جنایتکار و قربانی از مؤثرترین راهکارهای حمایت از جنایتکاره. حالا مسئول دفتر خامنه‌ای گفته امام پوتین در حمله به اوکراین زرنگی کرد. محمد گلپایگانی مسئول دفتر خامنه‌ای به طور تلویحی اظهار امیدواری کرده که حمله روسیه به اوکراین مقدمه ظهور امام 12 شیعیانه. یعنی جهل، حماقت و نادانی این آخوندا انتها نداره. اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود، تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم. و اما این هم سندی از صحبت‌های سردار سلامی. این تهدیدات جدی است. ما جنگ لفظی نمی کنیم. همه چیز را به میدان عمل واگذار می کنیم. پیش می رویم. مطمئن و قدرتمند. ما بر همه منافع دشمنانمان مسلطیم. همه جا زیر دید ماست و اگر لازم شود زیر تیر ماست. این پیام آمریکایی‌ها بالاخره اعتراف کردند. وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کنگره اعتراف کرد که تأسیسات تحقیقات بیولوژیکی در اوکراین وجود داره و ما می‌ترسیم که روسیه کنترل اونها رو در دست بگیره. پیش از این وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که این تأسیسات تحت کنترل ایالات متحده در خاک اوکراین وجود داره که تحقیقاتی در زمینه سلاح‌های بیولوژیکی انجام شده. و اما تازه‌ترین برآورد جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، رژیم اسلامی حاکم بر ایران همچنان یک تهدیده. در تازه‌ترین برآورد سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا تأکید شده که رژیم اسلامی حاکم بر ایران به طور مستقیم و از طریق نیروهای نیابتیش در منطقه همچنان تهدیدی علیه ایالات متحده و جامعه جهانیه. و اما دو عکس و 2000 کلمه. مایک پنس میگه اگر دولت کنونی آمریکا بخواد با ملاهای تهران یک توافق هسته‌ای جدید امضا کنه، با اطمینان میگم که رئیس جمهور آینده ایالات متحده جمهوری خواه خواهد بود و او در روز اول هر توافق هسته‌ای جدید با ایران رو پاره خواهد کرد. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. پاسخ عجیب بایدن به سؤالی در مورد افزایش قیمت سوخت در پی تحریم روسیه.
بایدن میگه در حال حاضر نمیتونم کاری انجام بدم زیرا روسیه مسئول جهش قیمت بنزینه. I request that those who are voting. همبستگی جهانی که باشه آخوند که هیچ، ابرقدرت روس هم به درماندگی میفته. تا 15 روز پیش روسیه موافق امضای برجام بود اما امروز مخالفت میکنه چرا که امضای برجام میتونه بازار نفت رو از چنگ روسیه خارج کنه و جلوی افزایش تورم جهانی رو به صورت نسبی بگیره. باید دید خامنه ای مانند چاکرها در برابر اربابش پوتین چیکار میکنه. شما تو فیشی که در فضای مجازی هست شما 20 روز مأموریت بودین، یعنی بر اساس اون 20 روز هم حساب شده حق مأموریت و یک عدد حالا به قول مردم نجومی اتفاق افتاده. 20 روز مأموریت یعنی 20 روز شهر رو کی اداره می‌کرده؟ حالا شهر گلسار ارزم به حضور شما که ایشان شهردار گلسار استان البرز هستن. حقوق ماهیانش 42 میلیون تومنه که در فیش حقوقیش 27 میلیون حقوق درج شده و 15 میلیون حق مأموریت. جالب اینجاست که میگه اونایی که فیش حقوقی منو پخش کردن ضد انقلابن. یه سری آیتم ها هست مثل تعطیل کاری یا شب کاری. بله. یا ازم بزرگ موضوعات دیگه این رو دوستان اومدن به اشتباه اومدن توی بحث مأموریت لحاظ کردن. محمد رضا نیلی سرکنسول جمهوری اسلامی در استکهلم که به همراه یکی دیگه از کارکنان سفارت در دادگاه حمید نوری حضور پیدا کرده بود از پلیس سوئد درخواست داشت تا معترضان حاضر در محل رو وادار به سکوت کنن که با پاسخ منفی مواجه شد. او سپس به شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، لعنت بر خمینی و مزدور برو گمشوی حاضران واکنش نشان داد و با بکار بردن عباراتی رکیک به یکی از زنان حاضر در محل دادگاه نیز توهین جنسی کرد. شخصا نمیتونم بخورم. اون جد و آباد بابام لعنت بخورن با اون رئیس خمینی. تو برو تحویم تو نگاه کن ببین که نوبت بری زیر اسید رجبی. من گوشی میتونم دستم بگم کسی هم ارتباطی نه برو بخواب. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.